سلام بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه امیدوارم که این چند روز اونقدر بهتون سخت نگذشته باشه مطمئنم که اگر ویدیو قبلی رو دنبال کرده باشین ابزار مقابله با همچین دریای طوفانی رو داشتیم اما میخوایم بیشتر صحبت کنیم جزئیات بیشتری بپردازیم اتفاقات پیش رو رو اون رو بررسی کنیم و یه آپدیتی بکنیم ببینیم کجای داستانیم بریم و برگردیم و با ما همراه باشیم خب سلام دوستان بردی هستم از آکادمی گنج و خوش آمد میگم آمدنتون به ویدیوی امروز رو من خیلی سریع میرم سراغ اصل مطلب فاندامنتال داریم امروز آنچین داریم تکنیکال داریم یه سری صحبت های خیلی خیلی مهم داریم و در نهایت چند تا از کامنت های شما هست که میخوام به پاسخشون بپردازم بریم بعد و دونه دونه به اینا برسیم از فاندامنتال شروع میکنم مهمترین چیزی که الان پیش رومون هست سی ماه به ماه هستش که قراره تا کمتر از ده ساعت دیگه از الان اعلام بشه واسه زمانی که این ویدیو رو میبینید فکر کنم ساعت بوده 5 بعد به وقت ایران خواهد بود سی پی آی اعلام خواهد شد من توی ویدیو قبلی هم گفتم سی پی آی اگر از چیزی که پیش بینی میشه کمتر باشه میتونه موقتا میتونه موقتا فشار رو از روی بازار مخصوصا بازار بورس آمریکا ورداره چرا میتونه این کار رو بکنه این کار میتونه بکنه چرا که نگرانی از افزایش نرخ بهره بعدی کمتر خواهد شد اگر نرخ سی پی آی پایین باشه اگر نرخ سی پی آی بالا باشه همون موقع تاثیرش رو خواهد گذاشت اینو رو روی چارت هم میتونیم ببینیم مثلا یه تصیح توی روند نزولی فعلی میتونه ایجاد بکنه و اگر اگر, اگر بیش از اگر کمتر از انتظار باشه خلاصه این تنها چیزیه که تقریبا این هفته داریم و بهش نگاه میکنیم فرداش هم پی رو داریم از اون سی پی آی خیلی مهمتر اگر این سی پی آی پی پی آی اینا میخوایم بدونین چی اینو توی دوره تریدینگ به عنوان شغل گنج یه بخش خوبی شما به در بحث اقتصاد کلان اختصاص دادیم و راجع به همینا با جزیات صحبت کرد بسیار عالی اما بریم سراغ آنچینمون آنچین یک بار دیگه کمکمون کرد یک بار دیگه نجاتمون داد کمکمون کرد که در سمت درست معامله وایستیم برای من این سمت درست معامله ترید نکردنه برای یکی ممکنه ترید شورت باشه خیلی میپرسن آقا چرا ترید شورت نمی روی بیت کوین در رو قبلا توضیح دادم من ترجیح همینه که اگر بخوام نوسان گیری به عنوانی بکنم ترجیح هم روی بازار فارکس هستش هم خیلی راحتتر پول در آوردن اونجا و من ترجیح کار راحت تر رو انجام بدم و هم این که اگر بخوام تریدی بکنم روی بیت کوین که می کنم ترید با مدت زمان طولانی تر پوزیشن تریدینگ خواهد بود و فقط به سمت لانگ یه دونه بر مارکت پشت سر بذارید قطعا هم نظر خواهید شد من بسیار عالی پس اینکه مهم اینه که در جهت قدرت باشین ممکن مهم اینه که در جایگاه قدرت نشسته باشین چه جایگاه قدرت منظورتون ترید شورت باشه چه اینکه ترید نکردم باشه مستقل از عملتون در جایگاه قدرت بوده باشین ویدیو قبلی ابزاری که راجع بهش صحبت کردیم و راهکارهایی که پیشنهاد کردیم و خط روندی که گفتیم و آنچه اینی که بهش صحبت کردیم چاقویی که داره میفته ای که راجبش صحبت کردیم باید کمکتون کرده باشه که الان در اون استیت قدرت وایستاده باشین و اوضاع اصلا تغییر نکرده اینجا ما داریم سوپیار پیار شورترم هولدر در واقع با رزولوشن روزانه رو میبینیم و میانگی مترک هفت روزش جفتش خیلی خیلی پایینه هیچ دلیلی برای فومو به سمت بالا وجود نداره و اگر من رزولوشن رو عوض کنم به بلاک پس هر نقطه داره یک بلاک رو نشون میده و مووینگ اوریج 144 بلاکه بزنم که 144 بلاک میشه یک روز میبینیم که باز هم با فاصله خیلی خیلی زیادی و پایین تر از یک قرار داریم اینجا و من دلیلی برای ترید شورت ترید لانگ نمیبینم راجب به همه اینها توی دوره آنچین توضیح داده شده جلسه ششم اختصاصی برای سوپیار یک ساعت خورده راجع به سوپیار صحبت کردیم پس میسپرم به خودتون همش رو توی سایت گنج میتونید ببینید اما بحث لونا من نمیخوام خیلی وقت بذارم روی این موضوع چند تا منبع بهتون معرفی میکنم لینکش رو توی اه... کپشن میذارم خودتون بریم بخونین اما خلاصه داستان لونا قرار بود استیبل کوینی داشته باشد به نام یو یا ترا که پشت اش بیت کوینه و یه درصدی از اون بیت کوینی که هولد میکنه نگه میداره رو به شکل توکن که قرار بود یک دلار باشند به بقیه رسوند اسمش این بود که قرار بود الگوریتمیک تریدینگ باشه اما هم اتفاقاتی که دیروز افتاد و هم توییت هایی که داریم از بنیاد لونا میبینیم و هم یه توییت جالب که اوپس بکنم بستمش ولی براتون میذارم یه توییت جالب هستش که داره توضیح میده چطور یک اتکر یک حمله کننده ای در واقع اومد و باعث این اتفاقات شد که من الانم بگم ولی اصلا شک نمی کنم که دو سه روز دیگه صداش در بیاد که این حمله از طرف دولت آمریکا بود و واقعا راحت بود واقعا راحت بود صرفا نیاز به این مقدار قابل توجهی بیت کوین داشت که اونقدر سخت نیست به دست آوردنش خب اما نمیخوام وارد این بشم این حمله چطور اتفاق افتاد میگم لینک توییت رو براتون پایین میذارم بریم بخونین حتما آه، ولی آه، اتفاقی که افتاد در نهایت مجبور شد بنیاد لونا بیاد و بیت کوین هاشو بفروشه لونا هاشو بخش خیلی زیادی از لونا رو بفروشه که بتونه چیکار کنه که بتونه یو و ترا رو یک دلار نگه داره اینا لزوما یک دلار نمیمونن فکر کنم تا 60 شی... سنت اومد پایین اصلا شوخی نیست و این صرفا یک یاداوری دیگه بود من چیزی که میخوایم درسی که میخوام از این داستان بگیرید اینه یک یاداوری دیگه بود که گول اسم ها رو نخورید اینکه الگوریتمیک استیبل کوین لزوما الگوریتمیک استیبل کوین نیست اینکه وقتی یکی میاد میگه آقا فلان چیز غیر متمرکز لزوما غیر متمرکز نیست من یاد در واقع این شرکت های دولتی وطن میفتم که بعضا یعنی آقا ما رفتیم چیکار کردیم اتوماسیون پروژه اتوماسیون اداری رو انداختیم الان همه چیز دیگه اتوماسیون اداری فلان و اینا بعد میری ببینیم اینه که آقا مثلا نامه ها رو که میخوان رد بکنم تو داخل نامه های داخلی شرکت رو میخوان رد بکنن سیستم اتوماسیونشون از طریق ایمیل میبرن بعد یکی باید پرینت بکنه ببره آی رئیس امضا بکنه خلاصه این اتوماسیون نیست این،, این, اینو گفتم که بگم این کلمات واقعا واقعی نیستن نه لونا الگوریتمی که سیبل کوینه به معنای واقعی کلمه و نه 99.9 دهم درصد پروژه هایی که اسم غیر متمرکز روشونه مثل همه ی کوین ها غیر متمرکزن میبینیم داریم میبینیم دونه دونه و بیشتر از این ها صداش در خواهد اومد در دو سه ماه آینده خیلی مواظب باشین غیر متمرکز میگم من تنها پروژه های غیر متمرکزی که میشناسم یک بیت دو تورنت دقت کنید این توکن تورنتی رمزرز نیست اون تورنت واقعی که باش میریم فایل دانلود دا میکنیم اون واقعا غیر متمرکز و تور که برای به استفاده میشه راجب اینا هم توی در واقع دوره کلید اسرار بیت کوین صحبت کردیم بسیار عالی بگذریم پس من توییت رو براتون میذارم بخونید که چرا این اتفاق افتاد این داستان این حمله البته قطعی نیستش صرفا یه بخشی قابل توجهش حدسه برای همینم اینجا نیوردم راجوی صحبت بکنم اما داستان رو بخونید و این حرف من رو یادتون باشه شاید اصلا بعید نیستش که یک دولتی حالا احتمالا دولت آمریکا دست داشته باشه در این اتفاقات چرا که الان دارن از این موضوع استفاده میکنن توی سنا و برای اینکه بیان بگن آقا ما یه استیبل کوین واقعی میخوایم یه دلار دیجیتال میخوایم که دروغ در محض به هر حال بگذریم من قبل از اینکه به یک مجموعه از سوالات شما بخوام برسم یه نگاهی به تکنیکال بنازیم این چارت آم. چارت دلار به دلار کانادا بود از فارکس بیان بیرون یه نگاهی به تکنیکال بندازیم من یه کمی خب من این خطا رو پاک کنم خیلی موضوعیتی ندارم آخرین صحبتی که با هم کرده بودیم این خط بنفش بالا بود که گفتیم آقا نگاه ها به اینه اگر اینو نتونه بشکنه نگه داره ما دست نگه میداریم و این کار رو هم کردیم در کنار آنچینمون تونستیم استفاده بکنیم از این در واقع روند تکنیکال و جلوی ترید بس... ترید نابه هنگام به سمت بالا رو بگیریم اما در تایم فریم های پایینتر توی گروه گنج بحثش به وجود اومد و راجبش صحبت کردیم که آقا اینجا میتونیم خط روند رو بکشیم اولین چیزی که باید بشکنه اگر بخواین شما ترید لانگ بگیرین اینجاست هیچ دلیلی وجود ندارد که شما قبل از شکست این خط روند بخواید همچین کاری رو بکنید و اینم به نظر من خیلی زوده به شخص اصلا اینو دوست ندارم به شخص کاری که من دوست دارم بکنم و دارم میکنم اینه که کاست اوریجینگ دارم میکنم هر هفته مثل روال همیشه به خرید بیت کوین هم ادامه میدم این روزها که بیت کوین ارزونه حتی بیشتر ولی تا در واقع آنچین به من نقطه ورود نده اطمینان ورود نده تا تکنیکال ها به من یک چیز مطمئن برای ورود ندن کاری نمی کنم یه توییت خیلی جالبی دیروز کردم و گفتم که کذبل وقاتون تعیین کنندگان وقت دروغویند و همینه سعی نکنید بگید کجا کفه نمیخواد دنبال بگری نمیخواد دنبال این چاقوی که داره میفته بدو این سب بکنین اب نداره آقا اصلا 20 درصد اولش از دست بدین فدای سرتون شما اگر بتونین 80 درصد وسطش رو بگیرین اگر بتونین نصفه وسط روند رو هم بگیرین خیلی برد کردین خودتون رو نمیخواد اذیت بکنید برای اینکه ته 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 روند من خب کف ته کفو بگیرم این صرفا باعث میشه که انقدر در این تلاش بمونید که همه پولاتون تموم اون موقعی که واقعا موفق میشین بگیرین دیگه پولی واسهتون نمونده باشه خلاصه میدونم خیلی دوست دارین این غرور انسان باعث میشه که آدم دوست داشته باشه اون کف کف و قله قله رو بگیره ولی اشتباهه واقعا حداقل در بازار بازارهای مادی نتیجه مثبتی نخواهد داشت پس نگاه من گفتم به چیه نگاه من به تغییر روند هر موقعی که اتفاق بیفته عجله براش ندارم آقایی که از بچه ها میگن آقا بول مارکت بر مارکت من کماکان نمیتونم قبول کنم که اسم این چارت بر مارکته چون من کتابایی که خوندم و تعریفی که از بر مارکت سرچ بکنین توی اینترنت آقا بر مارکت یعنی چی شما میگه که آقا قله های بالا به قله های پایین تر در راه پایین تر هنوز در راه ها بالاترن هن. هنوز قله ها بالاترن بالاتر آره فردا صبح که ویدیو پخش میشه ممکنه دیگه نباشن من نمیدونم ولی فعلا هستن تنها چیزی که شاید بتونم قبول بکنم بگیر آقا نه واقعا توی بر مارکت بیت کوین این نمودار بیت کوین به نفت هستش که اینجا میتونم بگم اوکی آقا اصلا این قله ای که اینجا دیدیم خیلی پایین تر بود اصلا قله بیت کوین در آپریل سال 2021 بود نه در دسامبر سال 2021 اوکی در اون صورت قله ها در راه پایینترن بر مارکت به اون معنا رو خواهیم داشت یه موضوع خیلی کوتاه دیگه بگم اینو شاید تو ویدیوی بعدی بیشتر صحبت میکنم اگر این تعریف رو قبول داشته باشیم که قله آپریل آپریل سال 2021 قله واقعی بیت کوین با بود اون موقع کاری که میتونیم بکنیم اینه که از در واقع همون کاری که با متا مدل خاطرتون هست کردیم با اون بیایم انجام بدیم و سعی کنیم کف بازار رو پیدا کنیم که جای همین حوالی میشه اگر پس دوباره اگر قبول بکنیم که آپریل سال 2021 قله بیت کوین بود احتمالا داریم به کف مارکت نزدیک میشیم اما اگر نه بگیم اینجا پایین قله بیت کوین بود حالا حالا ها میتونه این روند ادامه داشته باشه راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد اصلا عجله نکنید بریم به یه سری از سوالات جواب بدیم اول به این موضوع بپرزم من تو جلسه گذشته اشاره کردم به یک مشکل در واقع استنتاجی که بچه ها بهش میخورن میگن آقا چون یه بار تونستیم این کارو بکنیم بازم میتونیم چون فلانی تونست این کارو بکنه بازم میتونیم و این در واقع این استدلال های غلطی که متاسفانه وجود داره و باعث ضرر خیلی ها شده و باز هم خواهد شد ورژن خیلی حرفه ترش رو دوستامون اینجا کامنت گذاشتن توی یوتیوب حتما حتما روی ویدیو قبل هست میتونید بریم بخونید هفت نو, مخت... هف... هف نو مختلف مغلطه رو دارن اشاره میکنن و اینکه مغلطه جهل با اقسام مغلطه هاست که میتونیم بریم ببینید و حواستون باشه ببینید آیا واقعا دارین خودتون گرفتار همچین چیزی شدین یا نه چون اعتمادش اصلا کم نیست این خیلی مهمتر از همه صحبت هایی که الان کردیم ولی خب میسپارم به خودتون به توی یوتیوب و کامنت ریپوست قبلی رو بخونید خب آیا امیر سوال خیلی خوبی پرسیدن در در واقع زیر ویدیویی که راجع به کد بیت کوین صحبت کردیم کد سی بیت کوین نشستیم صحبت کردیم و بیشتر هم توضیح صحبت خواهیم کرد در آینده سوال کلی و مهم بیت کوین و کریپتوکارنسی چه دردی از بشریت دوا میکنه من سوال رو تقسیم میکنم به دو قسمت کریپتوکارنسی هایی که بیت کوین نیستند و بیت کوین این دوتا جدا هستند کریپتوکارنسی از آسونه شروع میکنم کریپتوکارنسی هایی که بیت کوین نیستند دردی که از بشریت دوا میکنند رو خودشون به وجود آوردن <تصفح> اگر نباشن دردی وجود نداره و دردم نیازی به دوا نداره نظر شخصی منه به نظر من بیش از حد بهشون پرداخته شده اونم به خاطر اینکه پول هست و پول خیلی از آدم هایی که تازه وارد این سیستم میشن رو بخوام بگیرن راهی سایه تر از این واقعا وجود نداره تر پس این یه طرف قضیه جواب به سوال با, سو با بیتکوین با بیت کوین کریپتوکارن بیت کوین چه دردی از بشریت دوام میکنه ببینید یکی از اصلی ترین عنصرهای جوامع بشری توی 500 سال اخیر نه شاید توی 2000 سال اخیر از روم به این ور حساب بکنیم پول بود و پول همیشه مشکلاتی با خودش آورده هم کلی جنگ در بابت پول اتفاق افتاده و خب مسئله مهم نیست در جوامع غیر قابل انکاره اینکه پول مهمه ولی خب اتفاقی که در در واقع چند شاید کمتر از 50 سال اخیر افتاده و در تاریخ هم قبلا افتاده در روم یک بار اتفاق افتاده در در واقع مصر یه بار اتفاق افتاده اینا توی تاریخ هست این بود که قدرت ها نظام دولت قدرت ها میان و اقتصاد رو به نوعی به دست میگیرن پول وصل میشه به دولت و این بعضی موقع ها خوبه معمولا اوایلش خیلی خوبه اوایلش که این اتفاق میفته خیلی خوبه چرا چون دولت میتونه به حرف مردم گوش بکنه ایدئولوژی اینه دیگه و بگه خب بچه این خیابونه رو میخواین درست بشه اوکی من پول چاپ میکنم یا من ذخیره دارم پول میدم یا اگه نداشته باشم پول چاپ میکنم و بیایم خیابون رو درست کنیم اولش خیلی خوبه ولی خیلی زود این گوله برف شروع میکنه قلط خوردن و اتفاقات بدی در ادامش میفته بیت کوین این در رو اومده از بشریت دوا کنه جدا کردن پول از دولت ها و اولین باری نیست که این درد داره دوا میشه میگم در تاریخ برگردیم اقب اغلب تاریخ اغلب تاریخ موفق دنیا حداقل پول سخت وجود داشته پول سخت پولیه که وصل به طلا یا اصلا از طلا ساخته شده یا از یه چیز کم یاب ساخته شده یه چیزی نایاب نه کم یاب ساخته شده پس Uh, ولی خب در دنیای دیجیتالی که امروز داریم با هم صحبت میکنیم پرکتیکال نیست عملی نیست استفاده کردن از طلا شما نمیتونید از اون سر دنیا برای من طلا بفرستیم و هزینه و فلان و ایناش اصلا نمیارزه خب چیکار کنیم پول درست کنیم uh, یه پولی درست کنیم که همه جا قبول داشته باشن خب این پول رو کی مدیریت بکنه آقای دولت آمریکا آقای دولت کانادا خب دوباره برگشتیم همون بلبشویی که قبلا بودیم پس بیت کوین یه جوری اومده این دوتا مشکل رو با هم حل بکنه مشکل غیر قابل جابجا جا بودن جابجایی بودن طلا و محدود نبودن پول رو یه جوری با هم حل بکنه این ارزش و یکتایش امیدوارم پاسخ داده باشم به جواب سوالتون جواب کاملتر رو توی دو تا کتاب سیف و دیناموس میتونید پیدا بکنین بیت کوین استاندارد و فیات استاندارد فیات استاندارد نسبتاً تازه چاپ شده من هارد کپیشو گرفتم حتما پیشنهاد میکنم بخونید مخصوصا مخصوصا بیت کوین استاندارد خیلی بیشتر این سوال رو جواب میده که چرا بیت کوین مشکل رو حل میکنه فیات استاندارد بیشتر روی صحبت میکنه که چرا پول کاغذی بشریت رو به سخره گرفت سیار عالی میرسم به اون سوال یه سوال دیگه پرسیدن که سوال که نیست البته نظره و خب من میخوام نظر خودم رو در جواب بگم که بیت کوین از بیگ اسکم این مای ام تریدینگ

زبانیش که اصلا در تخصص من نیست بیت کوین به نظر شما اسکمه خب چرا رو نگفتین ده سال گذشته ترید استاک میکردین دلیلی نه. دلیل نیست برگردیم به همون دوست م... مسائلی که اینجا مطرح کردن دوستمون مغلطه چیه اینا اینا از جنس مغلطه است این حرف منم موافقم باهاتون که باید پولتون رو بذارین توی طلا و گلد طلا و نقره توی این اصلا حرفی نیست این the near future uh, everyone everyone سپیس نداره وسطش ولی everyone can create a crypto with laptop or desktop میگه در آینده نزدیک هر کسی میتونه با لپتاپ یا کامپیوترش کریپتو درست کنه من فکر کنم دوستان خیلی عقب از تاریخ خیلی وقتی که میتونید این کارو بکنید از وقتی اتریوم اومده شما میتونید با لپتاپتون کریپتو درست بکنید کسی جلوتون رو نمیگیره سایت های هستن که شما میرید اونجا میزنی آقا من میخوام یه دونه ارز داشته باشم اسمش این باشه انقدر ازش وجود داشته باشه فلان و فلان یه ارز واسهتون میسازه تو 5 دقیقه میتونید ارز درست بکنید این صحبتی که دارم تو مثلا 10 سال پیشه و همین الان توضیح دادم که چرا کریپتو با بیت کوین فرق داره و من از از آیه علیرضا شریعت که این پیام رو نوشتم ازشون یه خواهش دارن که به ما بگن چرا فکر میکنن بیت کوین یک اسکمه ای، این چیزهایی که آوردن دلیلشون نیست و چرایی رو که آوردن در ادامه بگن که با همون دلایل چرا فکر میکنن که دلار اسکم نیست و بگردن یک دلیلی پیدا بکنن که روی بیت کوین کار میکنه روی دلار کار نمیکنه خلاصه Uh, یه دونه موضوع دیگه هم هست بیشتر از این نمیخوام اینجا نگهتون دارم تا که هنوز هستین اینجا uh, گفتن که آی رضا اشاره کردن که آقا دو تا نکته یکی این که uh, کلی آدم تو بازار هستن که با پول کم اومدن با اطلاعات کم اومدن و اینا رو همه رو رو هم بذاری میشن یه وال گنده که برعکس همه والا داره عمل میکنه دیگه uh, وال چپ کارتونی بوده بود فیلمی بود در این مورد اما uh, پس اینو باید حواسان بهش باشه اینو این میگه این یه مشکله جمله آخرش میگه این یک مشکله این یه مشکل نیست این یه واقعیت و وجود داره توی بازارها و نمیدونم چرا بد به نظر میاد ولی در هر اکوسیستم که شما نگاه بکنید در هر اکوسیستم مالی که شما نگاه بکنید توی بازار برین توی هر جا برین بالاخره Uh, یه سریا هستن که این افیشنسی یا عدم بهرهوری ایجاد میکنن و یه سری هستن که میان این عدم بهرهوری ها رو عدم بازده ها رو بازده های کم رو میان حل میکنن و پول در میارن از توش و اینجا هم همینه دو طرف داستان وجود دارن تقصیر هیچ کسی نیست بازی زیرو سامه اگر هیچ کس ضرر نکنه هیچ کس سود نخواهد کرد بالاخره همه یه بار تو این بازی ضرر میکنن و خوبه که فکر بکنیم و باید فکر بکنیم به مقدار پولی که از طرف این, این در واقع دسته وارد میشه و تأثیری که خواهد گذاشت روی پرایس اکشن بازار ما توی در واقع تحلیل آنچینمون یه ذره این موضوعات رو بررسی کنیم و تو جلسات بعد احتمالا یه ذره بیشتر آدم رو شروع میکنیم پخش کردن که این آدم به احتمال زیادی این کار رو میکنن این آدم به احتمال زیاد این کار رو میکنن و نمیشه کاریشون کرد <تصفح> این از دست ما خارجه به نظر من مشکل نیست واقعیت است که وجود داره بحث بعدی که میکنن در مورد اتریوم دو که <مضوع> هی داره این زمانش زمان میشه که الان بحث کردن که 20 جوان 2022 این اتفاق قرار بیفته اتریوم دو قرار مرج بشه و کلی شرکت ها افراد رو در به سرمایه گذاری کردن الان دارن اعلام میکنن که تاخیر ناخواسته و نامعلومی دارن و که بیاین استیبل کوینتون رو بهتون به شکل استیبل کوین پولتون رو بهتون پس بدیم تا اتر دو بیاد وقت گل نی اصطلاحاً سوالی که مطرحه اینه که اولا چه استیبل کوین نسبت تغییرات به مسائل فنی واقعا مطمئن هست که دیدیم مشابهش رو و ثانیاً با بدقولی اتریوم آیا امید و اطمینانی به سرمایه گذاری در ریس کوین های وابسته به آن هست یا نه دوستان نمیشه هم خر رو داشت هم خورمار در مورد سوال استیبل کوین ها رو میخوام جواب بدم نمیشه شما هم استیبل کوینی داشته باشین که آزاد باشه هم هیچ مشکل تحریم و اینا نباشه هر کسی بتونه ازش استفاده کنه غیر متمرکز غیر متمرکز باشه کسی نتونه قفلش بکنه و در این حال همیشه یک دلار باشه نمیتونید این دوتا رو داشته باشیم به عنوان مثال میگم استیبل کوین هایی که من تقریبا مطمئنم هیچ وقت از یک دلار دور نمیشن یکی بی یو اس دلار بایننس هه. و یکی در واقع یو اس دی برای شرکت سیرکل خب اینا قانونی هن. اینا خیلی راحت اگه بفهمن من و شما ایرانیم پولمون رو قفل میکنن هیچ کارش هم نمیتونیم بکنین جزء قوانینشون شرکت های سبز شده یا یعنی همه چشون مشخصه چیزای قانونیشون مشخصه هیچ وقت هم از یه دلار تکون نمیخورن ولی در مقابل اینها ارزهای هستن که یه ذره غیر متمرکز ترن یه ذره مشکوک ترن اونقدر همه چیز قانونیشون سر جاش نیست اما عوضش هر کسی میتونه استفاده کنه مثل مثلا دای شما دا دی ای, آی. اینا تقریبا همینطور استفاده کنن احتمالا احتمال اینکه قفل بشه حساب شما خیلی خیلی کمتر نسبت به مثلا بی یا یو سی ولی خب نوسان قیمتی وجود داره مثالش ترا ترا رو دیدیم همچنین نوسان قیمتی داره یا تتر تتر هم حالا یه جایی وسط اینها وای میسته ولی خب تتر هم بریم ببینید سابقه رو دیگه اونم اونقدر پاک معصوم نیست اصلا خلاصه این بخش اول سوال بخش دوم سانی هم با بدقولیه اتریوم آیا امید و اطمینانی به سرمایه گذاری در ریس کوین های وابسته به آن هست یا نه خیلی سوال سختیه خیلی سوال سختیه چون میخوام سعی کنم بدون بایاس جواب بدم بایاس من خیلی مشخصه من به نظر من اتریوم سرمایه گذاری پر ریسکی است برخلاف بیت کوین حداقل نسبت به بیت کوین بسیار بسیار پر ریسک تره. بیت کوین یک تکنولوژی است که با یه سری هدف خیلی خیلی مشخص ساخته شده که بارها بارها راجع صحبت کردیم. کتاب استاندارد بیت کوین رو حتما حتما فید اف فارسیشم میدونم هست بریم بخونید. اما اتریوم یه جورایی همون کاری رو با های همون کاری رو با بیت کوین کرد که وال استریت با طلا کرد خب این به این معنا نیست که بده به این معنایی که هم چیز خوب داره هم چیز بد داره چیزهای خوبش اینه که خب پول خیلی زیادی وارد سیستم شد کلی ونچر کپیتالیست وارد شدن کلی پروژه ها و ایده های خوب به هر حال خوب و بد حال اومدن ولی بدیش اینه که یک دریای چی میگن یک استخری شد آماده برای حالا اسمشو بذاریم دزدی اسمشو بذاریم کلاهبرداری اسمشو بذاریم پول در آوردن هر دوست دارین پول در آوردن همین ونچر کپیتالیست هایی که کلی پول توی سیستم آورده بودن از دل آدم های عادی و میتونیم ببینیم اینو هر توی هر سایکل یه دور مشاهده میشه کلی ارز میان بالا کلی ارز معروف میشن کم 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 همش از بین میره هیچی ازش نمیمونه یه سری از ارسا کلا از رده خارج میشن و پول کی این وسط از بین میره خلاصه اتریوم جاییست که همینا هم میتونن اتفاق بیفتن اتریوم تکنولوژیست که همینا هم میتونن اتفاق بیفتن و اگر به این از این زاویه بهش نگاه کنیم هیچ ربطی به بیت کوین ندارم و برای همین تایم کان تو هر سالی که جواب میدم بیت کوین و سایر ارزها رو از هم جدا بکنن اینکه یک چیزی رو بلاک چین کار میکنه لزوما به این معنی نیستش که کریپتوکارنسی درست حسابیه خلاصه برای که نمیتونم از بایاسم بیام پایین این سوال رو تا همینجا نیمه کاره رها میکنم تو ویدیوی بعدی برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم در مورد بازارها فعلا بر جنبندی نگاهمون به CPI هست نگاهمون به اندیکیتورهای آنچینمون SOPR هست به طور خاص به شخصه SOPR رو خیلی دوست دارم بقیهشون هم نیم نگاهی بهش داریم و حالا سه منتظریم ببینیم که بازار برامون چی میخواد از پوزیشن قدرت داریم بازار رو نگاه میکنیم مراقب خودتون باشین دیداری بعد میبینمتون فعلا خدا نگهدار